اعتراضات دانشجویی در اصفهان، گیلان و اهواز، اعتراضات کارگران و رانندگان در دهلوران، اصفهان و هندیجان، تجمع اعتراضی مردم شهر کرد و واژگون کردن یک خودروی مخابرات رژیم، درگیری مردم شهر کرد با ماموران بر سر انتقال آب حجت آباد، اعتراض مردم خیابان مشتاق اصفهان و ادامه اعتصاب قضای 6 تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در اوین. دانشجویان در اصفهان، گیلان و اهواز دست به اعتراض زدند. شماری از دانشجویان دانشگاه مهاجر اصفهان روز چهارشنبه 29 آبان نسبت به وضعیت نابسامان کلاس‌های درسی اعتراض کردند. دانشجویان دانشگاه گیلان روز چهارشنبه 29 آذر به وضعیت بد خوابگاه دانشگاه و بیکفایتی رئیس آن اعتراض کردند. دانشجویان فراخوانی توضیح کردند که خواستار تجمع اعتراضی دانشجویان در ساعت 10 صبح روز شنبه 2 آذر ماه جاری در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه گیلان است. جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور اهواز در چهارراه آبادان در مقابل ترمینال اتوبوسرانی شهر اهواز تجمع کردند و به کمبود اتوبوس و مشکلات حاد ایاب و ذهاب اعتراض کردند. 6 تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین در 15 روز اعتصاب قضای خود به سر می‌برند. اسامی این زندانیان عبارتند از کاوه ویسی، مختار رحیمی، کاوه شریفی، بهروز شاهنظری، طالب ملکی و شهرام احمدی. خانواده‌های این زندانیان نگران اعدام آنها پس از پایان ماه محرم هستند. در پی اعدام 3 تن از فرزندان مردم کردستان، حبیب الله گلپریپور، رضا اسماعیلی و شیرکو معارفی، جوانان مریوان، سلندج، سردش، سلماس، پیرانشهر، سقز و بانه در مناطق مختلف از جمله در دانشگاه‌ها اقدام به نصب و توزیع تراکت علیه اعدام‌های جنایتکارانه کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. روی این تراکت‌ها نوشته شده بود: نه به اعدام. یکی از مضامین این تراکت‌ها فراخوان و آزادی زندانیان سیاسی کرد، زانیار و لقمان مرادی است. قطع ارتباط مخابرات در شهر کرد باعث اعتراض مردم و تجمع صدها تن مقابل اداره مخابرات گردید. تجمع کنندگان خشمگین وقتی با بی‌اعتنایی کارگزاران رژیم مواجه شدند، یک خودروی پاترول مخابرات را واژگون کردند. بیش از 400 تن از کشاورزان و باغداران منطقه سامان شهر کرد که به احداث تونل انتقال آب حجت آباد معترض هستند، روز چهارشنبه 29 آبان ماه در مقابل فرمانداری رژیم در شهر سامان در 17 کیلومتری شهر کرد تجمع کردند و با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. جمعی از کارگران شهرداری دهلوران که در آستانه بازنشستگی هستند، روز چهارشنبه 29 آبان ماه در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. کارگران شهرداری هندیجان روز شنبه 25 آبان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده و بلا تکلیفی شغلی تجمع کردند. رانندگان خودروها در اتوبان موسوم به آقا بابایی در استان اصفهان به بسته شدن اتوبان و ترافیک سنگین اعتراض کردند. بسته شدن مجدد خیابان مشتاق اصفهان بار دیگر مورد اعتراض مردم این منطقه قرار گرفت. علت این امر نشتی لوله‌های فاضلاب بود. این دومین باری است که مردم به این وضعیت و خودداری رژیم آخوندی از حل این مشکل اعتراض می‌کنند. فراخوان به اعتراض و قیام، هر فرصت، هر زمان، هر مکان. هموطنان، جوانان دلیر و اشرف نشان،
مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی در داخل میهن اشغال شده. مرحله سرنگونی رژیم منفور ولایت فقیه واقعی و جدی است. بیش از حد به درازا کشیده است. به لطف جنگ و استمالت و امدادهای غیبی استعماری که جنبش مقاومت خلق را به بند کشید. اکنون باید در هر فرصتی آماده قیام بود. زمان و لحظه مناسب برای برخاستن فرا می رسد. بحران و نارضایتی جوشان از پایین جامعه به بالا رسیده و سرریز شده است. پایینی ها که مردم ایران باشند این رژیم را نمی خواهند. بالایی ها که آخوندهای شق شقی حاکم باشند درمانده اند و دیگر نمی توانند سرجم عمل کنند. خامنه ای دیکتاتور خوناشام با رگبار اعدام های روزمره در خفا و علن می خواهد با روب و وحشت ما را از حرکت باز دارد. از این طریق ناخدای استبداد در محیط توفانزا می خواهد کشتی در هم شکسته نظام را از غرق شدن برهاند. در عصر کبیر آگاهی و ارتباطات خلقها با پیشتازان پاک باز خود به میدان آمدند تا راه را ادامه دهند. دنیای ارتجا و بهره‌کشی باید پایان یابد. گفته بودیم که حرف آخر را خلق اسیر و پیشتازان در زنجیرش می زنند. بر زنجیر هاست که از هم بگسلد. بر شب تیره و تار است که مغلوب آفتاب کاران شود. شب تیره و تار استبداد و ارتجا که ایران زمین را در بر گرفته و خلق ما را اسیر کرده است. در هر فرصتی به اعتراض و قیام برخیزید. با تمام توش و توان، هر زمان، هر مکان، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی، رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی مردم ایران، زامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی 26 اردیبهشت 92. یکانها و دسته های ارتش آزادی بخش ملی ایران در سراسر میهن اشغال شده برپا. آهای بچه های سراسر میهن اشغال شده، منظورم همون انقلابیون مجاهد و مبارز و اشرف نشان است. بلادرنگ برای برپا کردن و آماده سازی تیمها، دسته ها و یکانهای ارتش آزادی اقدام کنید و آماده باشید.
بلادرنگ برای اون شروع به فکر و طراحی بکنیم. در سراسر میهن اشغال شده ها در زمان موعود در لحظه مناسب فرصت و فرصت‌های طلایی از دست نرود. برای خوده هر ایرانی آزاده که می‌خواهد یوغ ستم آخوندی رو در هم بشکنه و خواهان سرنگونی این رژیم پلیده است، علیه فاشیسم و استبداد مذهبی است و مخصوصاً بر عهده جوانان دلیر و اشرف نشان است که تیم‌ها، دسته‌ها و یکان‌های ارتش آزادی رو به هر میزان که می‌توانند در هر کجا از عرص تا خلیج فارس و از خراسان تا خوزستان، از تبریز تا سیستان و بلوچستان، از کردستان و کرمانشاه تا یزد و کرمان برپا و برای اون اعلام آمادگی بکنند، محقق کردن ترنگونی دشمن ضد بشری، اون هم به دست خودمون و توان خودمون با همون منطقه کس نخارد. حالا با تشکیل یکانهای ارتش آزادی وظیفه ایست مبرم و میهنی برای تمام آزادگان ایران زمین، به ویژه برای جوانان دلیر و غیور و اشرف نشان. بار خدایا در این وظیفه ملی انقلابی و میهنی اونها رو در هر کجا که هستند مدد کن، مخصوصا با مشعل تکثیر شده اشرف و مجاهدانش در هر کوی و برزن، در هر شهر و منطقه و روستا، به جانب برپا کردن یکانهای ارتش آزادی که طبعا در برگیرنده ارتش قیام هم هست و اون کار کرد رو هم خواهد داشت، به پا خیزند و پیش بتازند. بای بای!